سرخط خبرها موشک 400 هزار دلاری را خرج بالون 12 دلاری کردیم دبیر کل ناتو تنها تامین تسلیحات صلح قوی در اوکراین را تضمین می کند. استفاده ارتش اوکراین از یک سلاح مخوف و مرگبار علیه سربازان روس. سلام به شما همراهان عزیز به مشروع خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. موشک 400 هزار دلاری را خرج بالون 12 دلاری کردیم. یک سناتور آمریکایی دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای ساقط کردن بالونی که ممکن است 12 دلار قیمت داشته باشد را مورد تمسخر قرار داد. آن هم با استفاده از موشک های 400 هزار دلاری و جنگنده های 200 میلیون دلاری نیروی هوایی ایالات متحده. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری فاکس تت کروز عضو جمهوری خواهی مجلس سنای آمریکا دستور جو بایدن رئیس جمهوری این کشور را برای استفاده از موشک 400 هزار دلاری یک جنگنده 200 میلیون دلاری در ساقط کردن بالونی که به گفته کروز تنها 12 دلار ارزش داشته مورد تمسخر قرار داد و آن را بازدارنده قدرتمند در برابر دانش آموزان دبیرستانی دانست که به ساخت بالون علمی خانگی علاقه مند هستند این اثارت صحبت کروز پس از آن مطرح شد که یک انجمن سرگرمی به نام NIBBB در ایالت ایلینوای اعلام کرد که یکی از بالون‌های این کلوپ تفریحی بر فراز آلاسکا ناپدید شده است دقیقا در همان روزی که یک جنگنده ی آمریکایی یک شیء ناشناس را سرنگون کرد دبیر کل ناتو جنگ اوکراین را به چین رفت داد. یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو امروز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اروپا بیدار شو ما باید با چالش چین مواجه شویم به گزارش ایسنا این پیام دبیر کل ناتو خطاب به شرکت کنندگان در این کنفرانس امنیتی جهانی بود که در مونیخ گرده هم آمدند رئیس ائتلاف نظامی ناتو مستقیما جنگ روسیه در اوکراین را به چین ربط داد و به نگرانی در مورد آغاز جنگ پکن با تایوان اشاره کرد جزیره خودگردان که پکن روی آن ادعای مالکیت دارد او هشدار داد آنچه امروز در اروپا اتفاق میافتد ممکن است فردا در شرق آسیا رخ دهد استلتنبرگ تاکید کرد که مسکو اروپای متفاوتی را میخواهد در حالی که پکن از نزدیک نظارهگر بهایی است که روسیه می پردازد یا پاداشی که برای تجاوز خود دریافت میکند او افزود حتی اگر جنگ فردا به پایان برسد فضا امنیتی ما برای درازمدت تغییر میکند استفاده ارتش اوکراین از یک سلاح مخوف و مرگبار علیه سربازان روس ارتش روسیه اعلام کرد که شبه نظامیان اوکراینی مهمات حاوی ماده سمی ناشناخته را بر روی مواضع نیروهای مسلح روسیه در وگلدار دونسک پرتاب کردند به گزارش فارس ارتش روسیه امروز شنبه به خبرگزاری روسیه ریانوستی اعلام کرد که شبه نظامیان اوکراینی مهمات حاوی ماده سمی ناشناخته را بر روی مواضع نیروهای مسلح روسیه در نزدیکی روستای اوروژاینویه و ولیکایا نووس کلوکایا پرتاب کردند برخی منابع ارتش روسیه اعلام کردند در صبح روز 16 فوریه 27 بهمن ماه دو فروند بالگرد تهاجمی دشمن بر فراز مواضع نیروهای روسی در نزدیکی اوگلار در بخش دونس ظاهر شدند یکی از بالگردها به سرعت سرنگون شد و بالگرد دیگر توانست مهمات شیمیایی به مواضع ارتش روسیه پرتاب کنند. منابع ارتش روسیه همچنین در این خصوص توضیح دادند علاوه برای این آنها تمام علائم مسمومیت یعنی استفراغ تحریک قشای مخاطی را دارند طبق این گزارش بقایای مهمات و گلوله منفجر شده از بالگرد ساقط شده نیز برای بررسی های بیشتر به آزمایشگاه ارسال شده است در تاریخ 6 فوریه 17 بهمن ماه دنیس پوشلین رئیس موقت منطقه دونسک حقایقی از استفاده کیف از تسلیحات شیمیایی ارائه کرد ارتش اوکراین سلاحهای شیمیایی را از پهپادهایی به سمت مناطقی پرتاب میکند که نیروهای مسلح روسیه مستقر هستند بر اساس این گزارش روسیه یک کمیته تحقیقاتی در خصوص استفاده نیروهای مسلح اوکراین از سلاحهای شیمیایی تشکیل داده است.